کلاهبرداری اینترنتی از طریق تلگرام. ببینید این اتفاق، این شیوه کلاهبرداری از زمانی خیلی پررنگتر شد که ما نیازمون به وی پی ان و فیلتر شدن بیشتر شد. در نتیجه خیلی از خود از ماها که مثلا دسترسی نداشتیم و چه میدونم آدمی دور برمون برد اعتماد نداشتیم، مراجعه کردیم به کی؟ به این مغازه های کامپیوتری و گوشی و این حرفا. اینا 150 تومن 100 تومن 130 تومن 90 تومن 200 تومن یه همچین پولی میگیرن بر اساس اون گیگی که نیاز دارید، واسه تون حالا یه دونه فیلتر شکن نصب میکنن، دوباره میرید تا ماه بعد. چه اتفاقی این وسط میتونه بیفته؟ یه اتفاقی خیلی بد، شما گوشیتون رو گذاشتید داره کار میکنه، گاه هم پشت کانتره، گاه هم شما نمیبینیدش، گاه بعضی ها مثلا گوشیشون رو میذارن میرن، و تو همه این شرایطی که گوشیتون شما داخل صفحه شو نمیبینید که چه اتفاقی داره میفته، اون طرف فرصت این پیش میاد، البته نمیگم همشونا، یه سریاشون احتیاط هم شرط عقله، فرصت این پیش میاد که با تلگرام شما لاگین کنه. چه جوری؟ یه زنگ میزنه به خودش، شماره پیدا میکنه، تو گوشی خودش تلگرام رو لاگین میکنه، بعد اون زنگی که زده رو، اون تماس رو، شماره رو پاک میکنه و اینجا تمام میشه قضیه. حالا چی میشه بعدش؟ شما میری میخوابی و 3 روز بعد، 4 روز بعد، 5 روز بعد، 10 روز بعد، 1 ماه شاید بعد که شما فکرت به اونجا هم اصلا نرسه، میاد چه اتفاقی میفته؟ شما ساعت مثلا 12 که خوابی، نمیگم الگوریتم خواب شما رو هم به دست میاره دیگه، مثلا شما فردی هستی که 12 میخوابی، 1 میخوابی، ساعت مثلا 12 میخوابی، 1 میره تو تلگرامت، رمز میذاره و ایمیل خودشو میده و یه اتفاقی میفته که شما قفل میشی و نمیتونی دیگه وارد تلگرامت بشی. از اون طرف چه اتفاقی داره میفته؟ از اون طرف شروع میکنه به تقریبا کل کانتکت های شما، منهای مثلا پدری مادری که میدونم همسری، چیزی که تابلو نباشه پیام دادن که مثلا لنگم میتونی 4 تومن واسم بزنی، 3 تومن واسم بزنی، 2 تومن واسم بزنی، تا فردا بهت میدم، یه مثلا چه میدونم بیمارستانم میتونی واسم 3 تومن بزنی، چه میدونم حسابم قفل شده، یا از اینجور چیزا. و اتفاق بدتر قضیه اینه که شماره کارت خودش هم نمیده، شماره کارت یه کسی که داره ازش یه خریدی میکنه رو میده که شما هیچ وقت به اون فرد دست پیدا نکنی. مثلا هماهنگ کرده که بره چه میدونم یه مثلا سکه گرمی بخره، یه طلای مثلا 3 تومانی 4 تومانی 5 تومانی بخره، بعد اتفاقی که میفته 5 تومنشو شما یا 4 تومنشو شما داری میزنی به حساب کی؟ به حساب مثلا یه طلا فروش، خب، یا مثلا داری مثلا یه دیوایس میخره، یه هر چیزی، خب، داره شماره کارت یه بنده خدای دیگه ایو میده که اصلا اون روحش هم خبر نداره. طرف هم میگه که خب این پولو زد دیگه واسش انجام بده، یا کارش خدماتیه، یا تبلیغات مثلا اینستاگرامی تلگرامی چیزی، مثال میگم، همه اینا میتونه باشه. روی این حساب اتفاقی که میفته به کل کانتکتتون، این پیام میره، ضمن اینکه آبروتون رفته و داستان شده، یه سری از اینا هم که خیلی با شما حال میکنن سریعا اون پولو میذارن، چون میگن اون عزیز من گیر و لنگ و این حرفا، و در نتیجه اتفاقی که میفته اون طرف حالشو برده، شما هم خواب بودی متوجه نشدی. حالا یه سری از افراد کانتکت شما شاید خیلی مثلا زرنگ تر باشن، زنگ بزنن به کی؟ زنگ بزنن به شما، شما رو بیدار کنن، شاید سایلنت باشی، شاید نباشی. اگه بخوای تازه بری تو تلگرامت هم لاگین کنی، اون طرفو بندازی بیرون، که حالا راهکار داره، راهکارشو بهتون خواهم گفت، اگه بخوای این کار هم بکنی، شما میبینی یه رمز تو تلگرامت و نمیتونی واردش بشی. در نتیجه باید بری یه فرایند خیلی سختو بگذرونی که اون اکانتتو کلا مثلا دیلیت کنی یا ریسیت کنی و این حرفا، که واقعا سخت مسیرش، یعنی این کار هر کسی نیستش. آدم عادی که طبیعتا خودش نتونسته واسه خودش وی پی ان جور کنه، به مغازه دار مراجعه کرده، گوشی رم تازه داده دست طرف مقابل، خب خیلی احتمالش زیاده که نتونه اون کار رو انجام بده. در نتیجه شما حتی اگه بو هم ببری، اون طرف داره همینجور کلاهبرداری چه میکنه، بره اولین 4 تومن یا دومین 4 تومن یا اولین 3 تومن دومین 3 تومنی که میگیره، یا علی خدافظ، بعدش هم دیلیت اکانت میکنه، نه اثری به جا میمونه نه چیزی، و شما میمونی آبروی رفته و کلاهبرداری انجام شده و نمیدونی از کی شکایت کنی، چون پول به نام یکی دیگه رفته، حتی اون طرف شاید اصلا نیاد بگه که داداش اون 4 تومانی که دادیم خبری نشده، نگفتی. اتفاقات اینجوری میفته. امیدوارم این قضیه رو فهمیده باشید اهمیتش رو. گوشیتون رو در اختیار کسی قرار ندید، به راحتی میتونن تو تلگرام شما لاگین کنن و این اتفاق خوبی نیست، میتونن با واتساپ وب شما لاگین کنن و این اتفاق خوبی نیست. حالا
واتساپ رمز و اینای درست حسابی نداره، معمولا این کلاهبرداری رو بیس تلگرام اتفاق میفته. اگر میخواید ببینید الان کسی روی تلگرام شما هست یا نه، چون شاید وی پی انی دادید، کاری دادید، بریز این حرفا، اگه میخواید همچین چیزی رو ببینید کافی برید توی تلگرام، توی ستینگش، و یه بخش پرایویسی داره، پرایویسی اند سکیوریتی داره، یه بخش ترمینیت آل داره اونجا. خب اگر پیدا نشدن کردید یه کامنت بذارید، همین الان من سعی میکنم سریع به شما جواب بدم. ترمینیت آل داره، هر کسی جز دیوایس شما، جز دستگاه شما توی سیستم رو بندازید بیرون و نذارید توش باشه. شاید این مدت مثلا دارید رصد میشید، مثلا واسه 10 روز دیگه، 3 روز دیگه، 2 روز دیگه کلاهبرداری بشه ازتون. و نکته که وجود داره، من یه پلیلیست دارم که این قسمت ششم کلاهبرداری اینترنتی بود، 5 تا روش دیگه که خیلی حالا به نظرم کاربردیه واسه تون گذاشتم. و اگه برید تو کانال یوتیوب من توی بخش پلیلیست، بخش کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری کلا، اونجا رو نگاه کنید، 4-5 تا روش متداولی که اگه حواستون رو جمع کنید خیلی اتفاقات خوبی میفته واسهتون رو خواهید دید. امیدوارم استفاده کرده باشید. اگه استفاده کردید لایک کنید و واسه عزیزانتون شیر کنید. از این دسته ویدیو من زیاد میذارم، میتونید سابسکرایب کنید که اینا رو از دست ندید. ممنون از توجهتون. یا علی.